سلام، من سعید هستم، دوست و فامیل سیاوش، شوهر خانم مدیر عامل. شقایق خانم عرض میکنه. خانم ربیعی، فرمایشتون چیه؟ قرار بود بیام اینجا از ایشون هیئت مدیره عکس بندازم. ضمناً من خبرنگارم هستم. با ایشون قرار داشتید؟ حتما. ولی ایشون چیزی به من نفرمودن. حتما یادشون رفته. من در مورد چیزایی که ایشون یادشون میره تعهدی ندارم. چه عکسای قشنگی از شما بندازم. آدرس آتلیه‌تون رو بدید، حتما خدمت میرسم. کاری نداره، من اونجا منتظر میشینم، شما از ایشون بپرسه. ایشون الان خیلی گرفتارن. شما مگه میخواید منتظر بمونید؟ فضای حیات مناسب تره، اونجا میتونید قدم هم بزنید. روز بخیر. روز بخیر خانم محترم. منشیشم این خودشم. رئیس هیئت مدیره نباید به خاطر شام شب آقاشون جلسه رو نیمه کار ترک کنه. والله منم کم مونده شوهرم طلاقم بده. ما باید تا 6 ماه دیگه این کلینیک کودکان افتتاح کنیم یا نه؟ حالا چرا اینقدر عجله؟ عجله؟ ما قول دادیم. ما به اعضای تعاونی قول دادیم. ما قولای دیگه هم دادیم. ما قول دادیم که با بودجه پیش بینی شده کارو تموم کنیم. ما قول دادیم که سعی کنیم. سعیم کردیم. سیستم کنترل قیمت‌ها که دست ما نیست. گرونی حداقل دو برابر اون چیزی شده که ما پیش بینی می‌کردیم. به همین دلیل باید صبر کنیم. 6 ماه که تموم شد، کلینیک که آماده نبود، عذر ما پیش مجمع عمومی پذیرفته است. چاره‌ای جز بالا بردن قیمت سهام وجود نداره. بی دردسر، پی مجمع عمومی فوق‌العاده. من به شما که بازرس هستید بگم، 6 ماه دیگه ممکنه قیمت‌ها دو برابر شده باشه. اگه اعضا الان قرار 100 تومن بدن، 6 ماه دیگه باید 200 تومن بدن. این یعنی کم‌هوشی، یعنی به روز عمل نکردن، یعنی بی برنامگی، یعنی ضعف مدیریت. بنابراین یا مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل میشه و اعضا در جریان قرار میگیرن، یا استعفای منو قبول کنید. من 3 ساعت پیش بعد خونه میبودم. ولی ما هم شوهر و بچه داریم خانم ربی. شما به رفتن مریم اعتراض دارید، در صورتی که خودتون همینجوری دارید جلسه رو ترک میکنید. این بحث به نتیجه نمیرسه. این اشکال شماست که ما رو برای یک بحث بی نتیجه 3 ساعت اینجا نگه داشتین. برای همینه که پیشنهاد استعفا میکنم. مسئله این نیست شقایق جان، فردا صبح بعد از مدرسه بچه ها یه جلسه فوق‌العاده بذار. مریم به عنوان رئیس هیئت مدیره دعوت کن، حتما باشه. تصمیم نهایی رو میگیری. اجازه میدی؟ زنگ بزن مریم خانم رو واسه 8 صبح خبر کن. جلسه فوق‌العاده است. به تقاضای بازرس. یه آقای خبرنگاری که میگفت فامیل آقا سیاوش هم هست. چی میخواست؟ میگفت قرار عکس بندازه. شما هیئت مدیره. غلط کرد. من قولی نداده بودم. این همه ما از هر شدیم اونم بدون نتیجه. ضمناً اون آقا میگفت حاضر عکسای قشنگی هم من بندازه. بله. باری کلا. من تا شارگم پایین داستان وایسادم. باید پول بدم. ننه من غریبم نداری. جهازشونو بفروشم، مهریهشونو وصول کنم. مریم قانه بشه تمومه. قانه هم نشه تمومه. تصمیمم میبرم به مجمع عمومی. سلام خانم شقایق. بابا عجب خانم منشی سختگیری دارین شما. البته بدم نیست. اصلا حالا که شما خودت وقت نمیکنی، اجازه بدید من با منشیتون یه مصاحبه داشته باشم. تیتر خوبی میشه ها. دیدگاه منشی تعاونی مستقل بانوان. همیشه که نباید رؤسا مصاحبه کنن. اگه ایشون خودشون موافق باشن من حرفی ندارم. عالیه. ضمناً این دفعه بدون هماهنگی قبلی اینجا تشریف نیارید. خداحافظ. به سیاوش گفته بودم. کی؟ سیاوش. سیاوش کیه؟ سیاوش کیه؟ اگه منظورتون شوهر منه، ایشون درباره منزل میتونه تصمیم بگیره. اینجا محل کاره، محل کار. بله، حتما.
برای مصاحبه اجازه داد خانم منشی. البته با هماهنگی قبلی. او یس. چی فرمودن؟ فرمودن شال کم آتیش نهایت زیاد باشه. بله چشم قربان، قول میدم دیگه تکرار نمیشه. تازشم پیشبند نوستید. اوهو بفرما آقا. مگه نمیگیم باید محاصر لباسمون باشه لباسمون کثیف نشه؟ همینطوره قربان، اطاعت میشه. خوشتون میاد؟ تازه اگر میخواد چارو کنی اونم باید دو سر رو سره. ای به چشم. شایی مامو شدم. حالا شدی بابا خانوم. بله بابا خانوم در انتظار مامان آقا. ببینی یه سه ساعتم گذشت. چند دفعه بگم کوچیکتر نهاید تو کارت بزرگ کرده غلط کنن، چرا به من میگی؟ البته البته. توتیا خانم اینجاست که باید اون آهنگ قدیمی دندم نرم دوباره اجرا شه. دندم نرم دندم نرم دندم نرم. چشمم کور چشمم کور. دندم نرم. مامانه باشه. سلام خانم، خسته نباش. من در غیاب شما همه کارا رو انجام دادم. خونه رو تمیز کردم، ظرفا رو شستم، رختها رو شستم، ملافه های مونده رو اتو کردم. میدونستم شما خسته از رامین، قضاوتون هم آماده کردم. جارو آشپزخونه هم همین الان تموم شد. حالا اگه اجازه بدید به صد میین چای بیارم. نمیخواد بوسم کنی. تو بیداری؟ تو اینقدر دیر میاد که من خسته میشم خوابم میگیره. سلامت کو. سلام. سلام دختر ماه و خانومم. وقتی من اینقدر کار میکنم باید بهم خسته نباشی بگی. بابا که از تو بیشتر کار میکنه. بفرمایید خانم، اینم چایتون. من پایان نامم خیلی عقب افتاده. اگه خاطرتون باشه دارم دوره روانشناسی تخصصی مو پشت سر میذارم. با اجازتون برم یک کمی به کارام برسم. این چایی رو از دست من نمیگیری؟ مامان ناراحت شد. تو میگی من چیکار کنم؟ چایی ببر سر دستت خودت بخور. ببینم بابا تو چیکار میکنی؟ میخوام برم پیش مامان. و این چنین شد که فنجان از دست من افتاد. بابا نراحت شد. بابات نراحت نمیشه عزیزم، اون داره بازی میکنه. نه خیلی دخترم، بیا بریم برات قصه بگم. اصلا خودت باید بیای منو ببر مهد کودک. چشم.
خودت هم باید بیاد دنبالم. اونم به چشم، حالا میام. قصه میمونه و عقابه ها. قصه میمونه و عقابه. شب بخیر بابا. آخر رقابت من بخیر عزیز دل بابا. مامان. بله. تو عقابه یا میمونه؟ عقابه. من مامانه هستم. مامانه. مامان. بله. عقابه با میمونه دعوا میکنه. بعضی وقتا. نه خیر. اصلا نباید دعوا کنه. آخه میمونه بعضی اوقات مسخره بازی در میاره. عقابه هم حوصله‌شو نداره. تو خود مسخره باز در میمونه توی. دختر بد نشو. دختر خوب با مامانش اینطوری صحبت نمی کنه. من عقابه رو دوست ندارم. تازه من بی ادبم نیستم. یه بوس به مامان بده. خدا حافظ. خدا حافظ. چرا؟ آخه شما یه نفری. من با نظر اعضا موافقم. بسیار خوب. رأی میگیریم. نتیجه رأی گیری از قبل معلومه. شما دارید توهین میکنید. یعنی هرچی شما بگید ما باید بگیم چشم. خدایی نکرده ما هیئت مدیره ایم. و مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره است. اتفاقا مشکل من همینه که هیئت مدیره در مصوباتش اون شجاعت و جسارت لازم رو نداره. شرکت بازرس داره. نظر شما چیه؟ فعلا دارم گوش میدم. بذار بیرو درواسی با هم حرف بزنیم مریم خانم. من و شما دوستای قدیمی بودیم و هستیم. الانم با هم روابط خانوادگی داریم. ولی به نظر من روحیه محافظه کار خودتون رو به جمع منتقل کردید. بس کنید خانم ربی. شما هر چی به دهنتون اومد گفتین. ما اینجا تحت تاثیر هیچ کس نیستیم. اینجا هر کس عقیده و نظر خودشو داره. پس چرا دیروز پذیرفتید که نتیجه بحث من و ایشون و هر چی که باشه میپذیرید؟ برای اینکه ایشون بهترین مدافع عقیده ماست. من اینطوری نمیتونم ادامه بدم مریم خانم. 200 تا زن جمع شدن اینجا، پول، طلا، آبرو، حیثیت، پسنداز، همه چیشونو سپردن دست ما که اعتبارشون رو حفظ کنیم. ما قول دادیم اولین مجتمع پزشکیمونو تا 6 ماه دیگه تحویل بدیم. ما باید این کارو انجام بدیم. اما ما نمیتونیم هزینه هامونو بالا ببریم. باید ببریم. سرمایه نداریم. مجمع عمومی میذاریم. از اعضا کمک میگیریم. برای چی؟ برای اینکه اقتدار و مدیریتمون رو ثابت کنیم. به کی؟ به اونهایی که توانایی ها و قابلیت های زن رو زیر سوال میبرن. این یعنی شعار زدگی. شعار زدگی بدتر از خال زنک زدگی نیست. دیگه از فردا پامو اینجا نمیذارم. بهتره به فکر یک مدیر عامل دیگه باشید. من به عنوان بازرس ترجیح میدم مجمع عمومی صحبت‌های شما رو بشنوه. در اولین فرصت مجمع عمومی فوق‌العاده رو تشکیل بدید. متشکرم خانم بازرس. فعلا خداحافظ. میرم به کارگاه سر بزنم. یه دفعه دیگه از این چی جیبا جیبازی در بیاری حکم اخراجتو میذارم کف دستت. شنیدی؟
هستم، با دیوونه نیستم. چه خبره های دکتر؟ نزنید قاتل که دستگیر نکردی، بلش کن این تحضیح یکی یه جهره، بلش کن. زرف و زرف که به مریض آمپول و دارونه این بنده. چه خبره دکتر؟ کچلوار زرشکی با پیرهن سفید یقواری چطوره؟ بلش کنی. دست باشه به من این آمپولش هم بزنی. گفتم بلم کن، بلم کن دستمو، دستمو به تو گفتم بلم کنی. بازم گول هیکل تو خودی پدر جون، اینا مریضن نه هنر. من دکتری نه کارگردان، اینا مداوا میخوان. قرص، آمپول، شوک، مداوا یعنی همین؟ نه خیلی، مداوا یعنی کتک خوردن از مریض. بعدا میبینم. طور بوده. آدمای عقب مونده میترسن از اینکه فضای زندگیشون عوض بشه و اونها مجبور بشن از روشای تازه تر استفاده کنن، وحشت دارن. برای همینم سنگ میندازن، مخصوصا مرداشون، اونم برای زنا. دیوونه هم از این فکر رو زیاد میکنن، میزنن جاده خاکی و سنگلاخ، بعدم میگن مردم جلوی پای ما سنگ میندازن، مخصوصا زناشون، اونم واسه مردا. دیگه خسته شدم. الان ماهاست که این جر و بحث ادامه داره. هر چی من میگم تو برعکسش کن. مثل بچه ها. تقلید، تقلید، تقلید و تکرار. آخه بین موجودات عقب مونده و بچه ها هم شباهت‌هایی هست. شانس آوردیم بچه ها عقلشون نمیرسه، ولی با دیدن امثال سرکار علیه، عالیه، متعالیه قطعا تصمیم میگرفتن به هیچ عنوان بزرگ نشن. نه خیلی، من میخوام بزرگ بشم. داریم بحث میکنیم بابا، دعوا که نیست. من چه تو همکاری بکنی چه نکنی این کار. همکاری آری، بردگی خیر. ساکت باش، گوش کن، گوش کن. این عدد فرا اثر نداره. من تا 6 ماه دیگه این کلینیک آماده میکنم. مرسی، براو. دوباره ساکت باش. ولش کن مامان جون، ولش کن، بذار اقداشو خالی کنه. اینم مثل مامان جونشه. هیچی نگو بابا چون هیچی نگو. برو کنم بابا جون، اذیت نکن. ببین تو اگه دنبال اینی که دکترای روانشناسی تو بگیری یا شایدم نگیری، یعنی نتونی، من کورس روانشناسیمو پشت سر گذاشتم. اه؟ بله. نه خیر. چرا؟ بله. چای تا بخور ماما چون، چای تا بخور. این که پدر آدم روی صندلی چرخدار باشه و آدم دنبال ایجاد یه مجتمع عظیم پزشکی باشه اصلا چیز بدی نیست. معلومه چیز بدی نیست. اما این که آدم نتونه زن بودن خودشو بپذیره و بخواد ادای آرنولد رو دراره، خیلی چیز مسخره ای. خانم شقایق ربیعی در نقش آرنولد شوارزنگر. حرف نزن بابا، گفتم حرف نزن. قبول کن دیگه عزیز من، قبول کن. همینه دیگه، مسخره بازی، لودگی، آخرین اسلحه آدمای درمونده. من نمیدونم این حرفو کی گفته، ولی خیلی دقیق و خیلی واقعیه. حتی بهترین آشپزای دنیا مردن. توجه کنید، بفهمید، بپذیرید. من نمیدونم چرا جلو مامانت جرأت نداشتی از این حرفا بزنی.
گوش کن، خوب گوش کن. شما زنها بالاخره باید یه واقعیت رو بپذیرید. آقا جان، معدل نیروی جسمانی مرد بیشتر از معدل نیروی جسمانی زن است و این نمیتواند در ساخت روابط اجتماعی منشأ تأثیر نباشد. آقا جون، مردا قوی ترن، قوی تر. توجه کنید. ملاحظه میفرمایید این کار از سرکار علیه ساخته است؟ جدن به آینده علم روان پزشکی در کشور امیدوار شدم آقای دکتر. منم از پیروزی شما تو مبارزه با آرنولد شوارزینگر بسیار مایوسم خانم مهندس. به هر حال ورود شما رو خیر مقدم میگم و بی مقدمه وارد بحث میشیم. مطابق قولی که هیئت مدیره به شما داده بود، مجتمع پزشکی شرکت تا 6 ماه آینده باید آماده بشه. ولی متاسفانه در عمل مشکلاتی پیش اومده که کار ما رو حداقل 6 ماه به تاخیر میندازه. خانم مدیر عامل عقیده دارن که با کمک و سرمایه گذاری بیشتر شما کار باید در موعد مقرر انجام بشه. ولی رئیس هیئت مدیره عقیده دارن که ما باید بدون عجله و بدون سرمایه گذاری اضافه تر کارو پیش ببریم. تشخیص من این بود که این بحث باید در حضور مجمع عمومی به نتیجه برسه. بفرمایید خانم ربی، ما گوشمون به شماست. من فکر نمی کنم تو مجمع عمومی هیچ شرکتی اینقدر عکاس و خبرنگار و فیلمبردار جمع بشه. دوستان عزیز، ما به دلیل اینکه اولین شرکتی هستیم که کلیه ی سرمایه گذاران و مدیران اون زنان هستن، به شدت زیر ذره بین هستیم. اعتبار ما به اینه که بتونیم برنامه ای رو که حرفشو زدیم به عمل در بیاریم. من فکر نمی کنم بین ما کسی باشه که برای اعتبار و آبروش حاضر به سرمایه گذاری نباشه. ما سرمایه گذاریمونو کردیم خانم مدیر عامل. من فکر نمی کنم برای خوش اومدن مطبوعات یا خبرنگارا لازم باشه نگران باشیم یا پول اضافه خرج کنیم. خیر خانم، همین اصلا در همین سالن آقای خبرنگاری تشریف دارن که مدت هاست دنبال مصاحبه با بنده هستن، هیچ وقت هم موفق نشدن. اون آقا رو عرض میکنم. درسته، ایشون یک ماهی که داره منو سر میدونه. بنابراین خانم رحمانی، مسئله خبرنگارا یا خوش اومد مطبوعات نیست. ما باید ثابت کنیم که برنامه میفهمیم و مدیران اجرایی لایقی هستیم. شما که لایق هستید. باز دارین قضیه رو منحرف میکنیم. این عادت مریم خانومه، ماشالله راحت خون سرد. سر ساعت 4 جلسه هیئت مدیره رو تعطیل میکنیم. هزار تا کار عقب افتادم که داشته باشیم اهمیتی نداره. خب باید برم شام درست کنم. همه ی گرفتاریای ما از این شام شبه. واسه همین من حاضرم با بهترین رستوران شهر قرارداد ببندم که برای شام به خانواده همه هیئت مدیره سرویس بده. تا وقتی کار داریم جلساتو تعطیل نکنن. البته گمون نکنم آقایون حاضر باشن از دستبخت خانوماشون صرف نظر کنه. آروم باشید، خواهش میکنم آروم باشید. بچه ها خونه منتظرن، بذارید جلسه روال عادیشو طی کنه. ما هر کاری که میکنیم باید رعایت شوهر و فرزندانمونو بکنیم. ما قصد رقابت و مسابقه دادن با مردا رو که نداریم. شما اصلا نمیخواین توجه کنید که ما تو چه شرایطی گرفتار هستیم. ما باید لیاقتهای خودمونو ثابت کنیم خانم رحمانی. به کی؟ به بچه هامون، به برادرامون، به پدرامون یا به همسرانمون؟ ما مادر هستیم خانم مدیر عامل. ما مادر هستیم. ما قبل از هر چیز دیگه ای مادر هستیم. ما اگه وارد عرصه فعالیت‌های اجتماعی میشیم که باید بشیم، قصدمون شکست دادن یا پیروز شدن نیست. ما قصد کمک داریم.
ما میخواییم نشون بدیم که بدون هرس، بدون شتاب زدگی، بدون خشونت و بدون دشمنی هم میشه کار کرد و هم زندگی کرد. این دوست عزیز ما مریم خانم هر وقت که لازم بدونه شعار میده، هر وقت هم که لازم بدونه مردم رو متهم به شعار زدگی میکنه. شما میگین قصد کمک دارید، این درسته. اشکالی داره ما تواناییمونم ثابت کنیم، نمونه های موفق ارائه بدیم؟ نه، خیلی هم خوبه. پس چرا دائم با من مخالفت میکنید؟ من اعلام میکنم اگه مجمع عمومی با شما موافقت کنه، من هم با شما موافقم و ازتون پشتیبانی میکنم. تفره نرو مریم، به هم جواب بده. من نمیخوام دوستی مصدمه ببینه. چی بگم؟ من نمیفهمم تو چرا یه دفعه با من مخالفت میکنی، نمیفهمم چرا یه دفعه کوتاه میای. برای اینکه دوستت دارم و بهت احترام میذارم. تو سیاوش یه بازدید به ما بدهکار اینا، دلمون برای توتیا تنگ شده. حتما در اولین فرصت به اسد میگم با سیاوش قرار بذاره. خدا حافظ. خدا نگهدار. پس فردا ساعت 8 خدا حافظ. خدا حافظ. خانم ربیعی بعدا میبینمتون. خدا حافظ. من سیاوش رو دوست دارم پدر. سر سوزنی از علاقم نسبت به اون کم نشده. منتها اون با من همکاری نمی کنه. من تنهام بابا، من باید به هدفم برسم. سیاوش نمیذاره. میگم مستخدم، میگه اشرف بازی، میگم پرستار واسه بچه، میگه فرار از مسئولیت. اون نمیخواد به من کمک کنه. من باید موفق بشم بابا. من فقط شما رو دارم. میدونم حرف زدن برای شما سخته، ولی همین نگاه مهربونتون برای من کافیه. ازت خواهش میکنم اینو از من نگیر. حتی اگه با سیاوش درگیر شم، حتی اگه همه چی برای مدتی به هم بخوره، من موفق میشم بدم. اینو بهت قول میدم. بالاخره زمستون تموم میشه و روسیاییش میمونه به زغال. حالا هی آیه یأس بخون، هی انکار کن، هی مسخره کن. تو دنبال یه زندگی کهنه هستی، دنبال کلیشه. تو فقط شعار میدی. آره من دنبال کلیشه هستم، میمیرم برای ساندویچ و نوشابه. خورد و خوراک، معاشرت های ابلهانه، 800 وقت صبر کردن واسه یه قرمه سبزی، ایدال تو ایناست. آه قربون یه قرمه سبزی ایدال. لوبیا چیتی، سبزی درست سرخ شده ریز، لیمو امانی. وای کجای سفره هفت رنگ قلمکار. قش نکنی حالا. نه من فقط برای تو قش میکنم عزیز دلم، برای قرقرات، برای متلکات، برای سخنرانیات. تو باید میرفتی از پشت کوه زن میگرفت. آخ نگو نگو، داغ دلمو تازه نکن. هنوزم دیر نشده. اتفاقا خودم هم همینطوری فکر میکنم. ای کاش راست میگفتی. به نظر تو دروغ میگم؟ ببین
تو میتونی زندگی تو مثل یه نوار ویدیو برگردیم سر صحنه ازدواج، از اون به بعدش رو پاک کنی. به همین راحتی؟ ببین من حوصله این بازی ها رو ندارم، من کار دارم، گرفتارم، بعد آجر بچینم رو هم. آخ نگو دلم کباب شد. کاش هیچ وقت ندیده بودمت. بیا بریم بخوابیم بابا. بابا با تو فکر کنم هر دومون باید این نوار رو از همه ازدواج ببرد میکنم. کاش فقط یه دفعه بتونی با شهامت یه تصمیم رو باته بگیری. بگو. من تصمیمم رو گرفتم. من فقط 6 ماه بعد رو میبینم. با ساختمون آماده شده کلینیکو. حالا شوهر مرد یا موند فرقی نمی کنه. دیگه نمیخوام ببینم ات. شقای خانم توتیا اومده. فکر میکنم بابا سیاوش حرفش شده. شب بخیر. اشتباه میکنه عزیزم، اشتباه میکنی، غلطه. این نحوه ارزیابی غلطه. غلطه آیه، غلطه، غلط قلوته، غلطه. حق داره شقایق. مریض بعدی بفرستین تو. باشه. بیا بشین. حالت خوبه؟ حال ما خوبه، حال ما خوبه، خوبه ولی آفرین، خیلی خوبه. من با آقای دکتر میگم تو حالت خوب شده، میگه سهل‌انگاری میکنی. ما حال ما خوبه آقای دکتر، ما حال ما خیلی خوبه ولی خیلی خوب، خیلی خوب. پاشه برو، میگم همین روزا مرخصت کنم. ما حال ما خوبه. آفرین، برو. ما حال ما خیلی خوبه آقای دکتر ولی خدا لذتت بده آی دکتر. از کمال چه خبر؟ دلن 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 آره دلن 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 آره آقا جون، اینجوری عاشق تشخیص کار خودت نباش، واقعیت رو ببین. آخه من چی بگم به تو؟ نکن بابا، مریضا میبینن فکر میکنن ما دیوونه ایم. آخه دوتا دارم تحصیل کرده، اونم تو این سطح، نباید بتونم مسئلهشون با گفتگو حل کنن؟ نه خیر آقا جون، دو تا آدم تحصیل کرده اونم تو این سطح مثل خر تو گل موندن، نمیدونن چه غلطی کنن. از نظر شما اشکالی داره؟ عجب ابلهی هستی ها. اصلا آره، من سنگم، من درختم، من دیوونم. این برای شما مزاحمت ایجاد میکنه؟ چیه یه شب نشده دارین سایه هم دیگه رو با تیر میزنی؟ جمعه هر چهارتایی با هم میریم پیکنیک. توتیا کجاست؟ تو سالن با آقا سرگرد. راستی؟ از آقا سیاوش چه خبره؟ نمیدونم. مریم اصرار داره جمعه بریم بیرون. خیر انشالله. میدنم گردش، میدنم پارک، سوار تاک میکنم، سوار چرخ و فلک بشی. خوبه، دوست داری؟
برات دستنی میخرم، برات چکلات میخرم، مامان خوشگل خودمه داره میخنده. با ما بودی بیمار افتی، اون بوی گل کجا رفتی؟ یعنی چی دعوا؟ یعنی چی قهر؟ خب آدم ها با هم حرف میزنن، از زبان آدمیزاد به چه درد میخوره؟ خب آره، آدم بحث میکنه تا به تفاهم برسه، پای یه بچه در میونه. توجه دارید که دارن مثل آدم های احمق نصیحتمون میکنن. تو همه چیز با دید منفی میبینی، با دید منفی. ای داد از دل، فریاد از دل، آمد به سرم این همه بیداد از دل، فریاد. چون قطع کردی ادامه بده دیگه بابا. نظر شما چیه مریم خانم؟ من میگم آدمی که نتونه از ته دل بخنده یا از ته دل گریه کنه حالش خوب نیست. شاید آوازتو بخون بابا جون، تئوری بافی رو بذار برای کلاس بحث. من میمیرم برای بحث، برای جر، برای جر و بحث. پاشین پاشین بریم دنبال هیزم، کباب آتیش میخواد. پاشو برو به زنت کمک کن، اینقدر دنبال شر نگر. شما واقعا آدم های خوبی هست. من یک یک شما رو به یک نشان درجه یک مفتخر میکنم. ها 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 ها. حالا ما الان در مرحله گفتگوییم یا در مرحله بحثیم یا در مرحله جر و بحث؟ میتونی انتخاب کنی. من گفتگوی عاشقانه رو ترجیح میدم. ما الان میتونیم با هم بگیم، بخندیم، شوخی کنیم، سر حال برگردیم خونمون، با توتیا بازی کنیم، بعدم دوتایی بخوابونیمش. از فردام تو دیگه نمیدی سر کار. خب میری سر کار، اما روزی 3 ساعت، 5 ساعت. تو نمیخوای منو باور کنی. 8 ساعت. پس خواهش میکنم منو به کلفتی خودتون بپذیرید. شروع شد. جفتشون بروز جنگیه. باشو باشو، این چایی رو بردار ببر بده به شوهرت. ده یه چایی بردن که انقدر دست دست نداره. باشو بده من اون سالادو. باریکلا. نگمانم این بفت را سر بازی سادن نیست. آن به که کار خود به عنایت رها کن. چایی؟ من باید چیکار کنم؟ خب بگو. شسته رفته راست. من تا چند ماه آینده خیلی گرفتارم. یعنی منو توتیا نباید هیچ توقعی از تو داشته باشی. تا به همه دنیا ثابت بشه توی قهرمانی، تو کجا میخوای وایسی؟ ما زندگیمونو با عشق شروع کردیم، نکردیم؟ شک داری؟ پس چرا به اینجا رسیدیم؟ تو بچه ای سیاوش، تو بچه ای، تو داری بازی میکنی. تو بازی نمیکنی؟ نمیدونم، من چاره ندارم، من باید موفق بشم. موفقیت تو منم، موفقیت تو توتیاست. خیلی خودخواهی، خیلی خودخواهی سیاوش، واقعا غیر قابل تحمله. پس تا پای طلا؟ تا آخرش باید میام، تا آخرش بایستم، تا پای طلاق.
کاری نمی کنم تا پای طلاقم بایستادم. یه بشین آتشو باید بزن. پس بیریم تا پای طلاق. بیا بابا، بیا بابا، این که ها باید بزن تا من سینی رو آماده کنم. ببخشید آقای دکتر، ببخشید مریم خانم، ادامه این وضعیت از نظر من واقعا مسخره و غیر قابل تحمل. تکلیف توتیا چی میشه؟ مسخره است. توتیا مال من که دست پای جنوالی رو نبنده. اینم آوانسی که باید بهت میدادم. خداحافظ آقای دکتر، خداحافظ مریم خانم. ببخشید من باید خودم برسونم خونه، حالم خوب نیست، احتیاج به دوش آب سرد دارم. زمین فردا خودم میرم دنبال توتیا برای همیشه تا پایان دانشگاه. من فردا وکیل میگیرم، تک تک میریم پیشش، بهش وکالت میدم کارهای طلاقمون رو انجام بده. خداحافظ عشق اول و آخر من. پس ماجرا جدیه. پس مامانم کو؟ پس سلامت کو؟ سلام. سلام، ماما رفته مسافره. پس چرا منو نبود؟ منم نبود. که میاد؟ وقتی گله نمیاد. که میاد؟ الان میریم خونه با هم دیگه شامو درست میکنیم، میزو میچینیم، کباب میخوریم، بستنی شکلات. بابا جانه، بابا تو میمونه یا عقابه ای؟ من خرچسونم. داری چی کار میکنی؟ دارم تزمو می نویسم. تز چیه؟ تز؟ مشقام. اگه اینا رو ننویسم نمیتونم دکترشم. تو که بلدی آمپول بزنی؟ آره، ولی دکتر شدن که فقط به آمپول زدن نیست. پس به چیه؟ من باید بتونم حال دیوونه ها رو خوب کنم. حال دیوونه ها چجوری خوب میشه؟ با عشق. عشق چیه؟ عشق نگاه، عشق محبت، عشق دوست دارمه، عشق تو رو به اندازه خودم دوست دارمه، عشق تو رو خودم بیشتر دوست دارمه. عشق عشقه، عشق مشقه، مشق عشقه، عشق عشقه، عشق مشقه، مشق عشقه. بابا. بله. تو مامانو دوست داری؟ بله که دوست دارم. پس چرا آزاجی میره مسافرت؟ برای اینکه خودش دوستش بره مسافرت. منم چون اونو دوست داشتم، دوست داشتم اونی که دوستش دوست داشته باشم. بابا. جان بابا. ماما منو دوست داره؟ مامانم تو رو دوست داره. حالا تو هم اگه منو دوست داری، دوست داشته باش، اذیتم نکنی، با هم حرف نزنی، بذاری کارامو بکنم. لگواتم گذاشتم اونجا، بده باره کل. خدا آفرین.
شلوغ نکن پدر سوخته بذار کارم بکنم. ببخشید توی وضعیت مزاحمتون شدم. میشه از هدفتون بگید؟ هدفتون برای انداختن تشکیلات که همه ازش خانم ها هستن چیه؟ مشارکت در کارهای اجتماعی. با هدف اقتصادی؟ مشارکت وقتی اقتصادی شد جدی‌تر میشه. استقلال اقتصادی بانوان. مسلما زنی که از نظر اقتصادی تامین باشه میتونه روابط نسبتاً برابری با دنیای اطرافش برقرار کنه. احتیاج عشق قربانی میکنه. این تعبیر روزنامه‌نگارانشه. همون توقعی که از من میره. فقط خواهش میکنم به خاطر بالا بردن تیراژتون این ماجرا رو جنجالی نکنید. جنگ اقتصادی زنان با مردان مثلا، این حرفا بیشتر به درد سینما میخوره. سوال آخر. این یه سوال خصوصیه. شما از زندگیتون راضی هستین؟ شما چطور؟ چون بالاخره با شما مصاحبه کردم. آره راستی از سیاوش اجازه گرفتم چند تاشون برای شما چاپ کنم. توتیا بیا بابا رو اذیت نکن. توتیا خانم حواست باشه داری اذیت میکنی ها. داری بابا رو اذیت میکنی ها توتیا. لا 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 آخه چی از جون من میخوای تو؟ آخه خب بابا جون بگو چی میخوای دیگه عزیز من؟ نمیخوام برم مهد کودک. خیلی خب نرو قربونت برم. حالا پاشو بریم سبونتو. خب
باشه عزیزم. آفرین برید دختر نازم، قربونه قدت بره بابا، ایشالله صبحونه خوشمزه، کره، عسل، پنیر. تو دلت میاد بابا رو اذیت کنی؟ لقمه گنجشکی بدم خانومی، نون و پنیر، نون و پنیر خوشمزه کوچولو. بازم پنیر میخوای؟ یا کره بدم؟ کره میخوای؟ کره. حالا تو میخوای خونه بمونی؟ من باید چیکار کنم خانم؟ خانوما من که باید برم سر کار. تو هم نرو. باز میخوای اذیت کنی؟ من که نمیتونم نرم سر کار بابا جون. نرو. نمیتونم. میتونی. نمیتونم. میتونی. نمیتونم. به جان خودم، به دین، به آیین، به هر چی میپرستی، نمیتونم نرم. کجا میری باز؟ توتیا اذیت نکن، بیا به خدا میشینم گریه میکنم. بیا بفرمید. تو خودم هستم. یعنی چی؟ کدومشون؟ آخه من بسیار خوب، بسیار خوب اومدم. کفشای منو کجا میبری؟ بچه جان عزیزم، من مجبورم برم بیمارستان یه سر برگردم، یه مریض حالش خرابه. تو که نمیخوای حالش بدتر شه؟ به نظر من حالش خوبه. لا اله الا الله، از کی تا حالا تو دکتر شدی؟ تو هم از مادرت یاد گرفتی زور میگی. نمیدونم تو پیشونی من احمق چی نوشته که تو بچه 5 ساله هم میتونی بخونی. اگه بری نمیذارم بیای تو. پس تو هم باید بیای بریم. نمیام من. بابا عجب دختر غریبی از کار در اومده. توتیا خانم، من که گفتم باید برم، زود برمیگردم. شما هم باید بفهمی زورگویی و نفهمی کار خوبی نیست. الو. بله. گفتم که دارم میام دیگه. از تا اومدن من میشینی لگو بازی. خدا حافظ ای دختر دم بریده ای که پاهات از اون خوش پیداست. خب میری خونه تو؟
بیا. چیا؟ چیا؟ تو وای یا یا تو چیا؟ تو چیا؟ توتیا 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 در سوخته دستم بهت برسه میدونم چی کارم. قول داده بودیم کلینیک رو افتتاح میکنیم. ما باید روی این ماجرا مانور بدیم. روزنامه ها، مجلات، رادیو، تلویزیون، همه باید این خبر رو منعکس کنن. بله خودم هستم. من از بازار بورس خبر ندارم، ولی فکر میکنم بتونیم سهاممون رو خرد کنیم ببریم تو بورس. الان حرکت میکنه. پاشو شقایق. کجا؟ پاشو پاشو، معطل نکن، یه کار واجب پیش اومده. چه کاری؟ میگم پاشو. کجا داری میری مریم؟ بیمارستان. سیاوش و توتیا اونجا. بیمارستان برای چی؟ به من گفتن یه حادثه. چه حادثه ای؟ گفتن یه حادثه برای سیاوش و توتیا. اما زنده هن؟ آره آره. آقای دکتر تو رو خدا دستشو به من بگیر. تو توی تو اتاق عمله سیاهاش هم تو اجانت هستدی. بستری؟ چی شده؟ آقای فرا ای خدای من دکتر. من میرم به سیاوش سر بزنم. ای خدای من تو دیای خونم زنده دلم. این بلایی سر من اومد. خدا پناه ببر. آمین باش. باش ایزم چند ماه سیاوش تو جبه بود یادته؟
چند بار فکر کرده موشک میخوره تو خونت، اما نخون. حالا اونا رو به خدا بسپر. چطور سیاوش؟ توتیا کجاست؟ توتیا کجاست؟ چه خبرته؟ دخترم میگم توتیا کجاست؟ تو اتاق عمله. آروم باش. بچه‌مو کشتم روز که زنده است که با این کارا داره اونو میکشه. خب تو خود یه دکتری، ما داریم اتاق عمل رو آلوده میکنیم. یه لحظه بذار بخیر، خواهش میکنم، میخوام پیشش باشم. کاری نمیشه کرد؟ فعلا که نه. بعدا چطور؟ شما چرا این سوالو از من میکنید آقای دکتر؟ مگه کسی از آینده خبر داره؟ من میخواستم به عنوان رئیس بیمارستان راجع به نتیجه عمل جراحی توتیا با شما تنها صحبت بکنم. این بچه باید زندگی تازه‌ای رو شروع کنه. کار مهمی که انجام شده این بود که دست بچه قطع نشد، ولی متاسفانه دست راست بچه شما به کلی از کار افتاده. بهتون گفته بودم بهتر شما نباشید. Thank you.
چرا خدا ببخشید آقا میدونم کمکت کنم. به تو مربوط نیست. کمکت کنم. میگم به تو مربوط نیست. پس کمکت کنم. میخواد کمکت کنی؟ چی شده؟ خدا با سر بخوری. بوشه اگه آده. بوشه اگه آده. بوشه اگه آده. بوشه اگه آده. به زحمت خوابوندم، خوابش نمی برد. یه کمی لرز کردم. چرا به من زنگ نزدی؟ از خاله جواهر شنیدم که حال نداری. حال ندارم، خواب ندارم، آروم ندارم. باید ببینمش، باید بهش بگم، باید بدون اون چی که کردم از سر نامهربونی نبوده. از سر بهتر عجله نکنی، ما حال خوبی نداره. برای همینه که باید ببینمش. اون الان به من احتیاج داره. بسو برای بعد از افتتاح مجتمع. تو باید آرامش تو حفظ کنی، تو باید سر پا باشی. باید اونو ببینم، باید اونو ببینم. ما
نمیای؟ خودت تنها برو. میدونم منم خیلی مقصر بودم، ممکنه اینو خیلی دیر فهمیده باشم، فقط میخواستم بگم منو ببخش. قوت نداره، انگار فلج شدم، میخوام گریه کنم، فریاد بزنم، خیلی بدبختم مریم. حالا وقت این حرفا نیست، میدونم دلت خونه، درد تو با تمام وجودم حس میکنم، اما نمیخوام دو سره به بازی. اینجا همه حاصل زحمت توه، کلینیک کودکان، جایی که قراره هزاران هزار کودک رو به سلامتی برسونه، مثل توتیا. بعضی ها خوب کار میکنن، بعضی ها بد کار میکنن، بعضی ها عاشقانه کار میکنن. مدیر عامل ما اینجا رو با عشق ساخت، من به وجودش افتخار میکنم. فکر نمی کردم یه روز جلوی دیگران گریه کنم، اما واقعیت اینه. چجوری میشه قوی بود اما سنگ دل نشد؟ یا چجوری میشه دل رحم بود اما ضعیف نبود؟ نمیدونم، اما یه چیزی رو فهمیدم، کسی که با عشق کار میکنه نیتی جز خیر نداره.
برای خانواده من دعا کنید. توتیا میخواد بیاد به دیدنت، میفهمی؟ باید سروعتت رو درست کنی، اون اینجوری تو رو ببینه قصه میخوره. میگم داروهاتو برات بیارم. بله حتما. خب ما تا نیم ساعت دیگه حاضریم، توتیا خانومم دیگه دارن آماده میشه. خداحافظ. موامن ببافی. چشم، موهاتم میبافی، پس چیکه میبافی؟ بابا من تو رو میخوام. بابا خوبم، بیا بریم خونم. Come on now.